ساخت و آسفالت سرک های کناره خیابان ولایت در شهر هرات جنجالی شده است. شورای ولایتی این ولایت گفته که اشکالاتی در کار آسفالت دیده شده است. در سوی دیگر شرکت قرارداد کننده و همچنین شهرداری هرات این اشکالات را رد کرده و گفته که در کار این پروژه هیچ مشکلی دیده نشده است. همچنین رئیس شورای ولایتی از کمکاری کمیته نظارتی این شورا در این زمینه از مردم عذرخواهی کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آصف جاهد ببینید. اکنون که 70% از کار ساخت و آسفالت این خیابان پایان یافته، شورای ولایتی متوجه شده که اشکالاتی در این کار وجود دارد. کامران علیزایی رئیس این شورا میگوید پس از پایان کار به دلیل اینکه هیچ نظارتی نشده، هیچ انجینیری حاضر نشد تا برگ پایان این کار را امضا کند و باید کیفیت آسفالت در لابراتوار جداگانه بررسی شود. او گفت یکی از انجینیران اداره فواید عامه مدعی شده که کار به خوبی انجام نشده است. اینا میگن خوبه در صورت که تست جواب دادن. بعضی از موضوعات جواب دادن که اینا خرابن. و اونا باز میگن نه اینا سه معیار زی بودن. خب بنان ما به این نتیجه رسیدیم یک مرجع دیگه خود همو تستا که نشان دادن لابراتوار اونا رو بگن که همینا واقعا قابل تایید هست یا نیست. اما یک کوتاهی از طرف شورای صورت گرفته که باید در اول کار نظارت بشه، چرا به تست آخر برسه؟ از اول نظارت کار پیش میبرد، همون ریگه که به زیر رخته میشد، غیره که رخته میشد، هر موادی که به زیر رخته میشد تک به تک از اینا باید از اینا تاییدی گرفته میشد، کل انجینر رو باید تایید میکردن. ولی شهرداری هر گونه اشکال در کار این پروژه را رد می کند. غلام قوس نیکبین معاون شهردار هرات گفت که همه آزمایش ها انجام شده و هیچ گونه مشکلی دیده نشده است. او افزود بهتر است کسانی که در این زمینه تخصص ندارند اظهار نظر نکنند. آنگونه که آقای نیکبین می گوید این پروژه یک سال ضمانت دارد و اگر مشکلی پیش بیاید شرکت قرارداد کننده باید خسارت بپردازد. مهمترین اصل که ما هیچ گونه نگرانی از این سرک نداریم که گویا این خراب است یا بعضی افراد و اشخاص بدون استناد، بدون از اینکه تخصص داشته باشند در این رشته صحبت های عجیبه میکنن که گویا این سرک خراب است. آیا کدام سند دارن؟ کدام تست لابراتواری دارن؟ شرکت قرارداد کننده هم پافشاریش بر این است که همه چیز بر پایه قانون و آزمایش شده پیش رفته است. انجینیر شیر احمد معاون پروژه خردگیری از کار این پروژه را رد کرد و گفت همان انجینیری هم که انتقاد کرده بود پس از آزمایش حرفش پوچ بیرون شد و بیگمان پشت این گپ ها هدف شخصی وجود دارد. اگر کدام کسی ادعا میکنه حتما از روی غرض و حتما کدام هدف شخصی داره و موقعی که لابراتوار آمد هدف پوچ و بیمعنا بیرون شد. با همه اینها شورای ولایتی بر موضع خود پافشاری میکند. آقای علیزایی همچنین از کارکرد کمیته نظارت این شورا خورده گرفت و از مردم عذرخواهی کرد که این کمیته در این زمینه کمکاری کرده است. ما خود ما اعتراف میکنیم که شورای ولایتی در این زمینه کمکاری کرده و ما از مردم خود معذرت میخواییم. واقعا شده کمیته پلانای انکشافی در این زمینه سرنگاری کردن و ما که از نا پرسیدیم میگه ما با ما مکتوب ندادن که ما طبق مکتوبی بیم نظارت کنیم، وگرنه فایدامر باید مکتوبی بده، دیگه ارگان باید مکتوبی بده چون اگه نظارت نداره. اما ما میتونیم هر زمان بریم نظارت کنیم، ما لازم به مکتوب نیه. همواره اینکه آیا خیابان‌های هرات به گونه استاندارد آسفالت می‌شود یا نه در این ولایت بحثی مهم بوده است. بسیاری هم شهرداری و هم شرکت‌های قراردادکننده را متهم به کار خلاف استانداردها می‌کنند. باید دید که کارکرد آسفالت 3.5 کیلومتری که نزدیک به 20 میلیون افغانی هزینه در بر داشته چگونه خواهد بود و حق با کدام سوست. ولی در زمینه چگونگی کارکرد کمیته هایی که برای مسائل این چنینی تشکیل می شود گفتگویی داریم با کریم حقیار، کارشناس مسائل حقوقی در هرات. آقای حقیار سلام بر شما. در گزارش دیدیم که رئیس شورای ولایتی از آن به کمکاری کمیته انکشافی شورا کرد، چرا باید این گونه باشه؟ خب من شخصا متاسفم برای از اینکه در شورای ولایتی ما متاسفانه در حال حاضر دو تیم یا دو گروپ شدن. او بخشی که توانمندی نظارت یا بررسی دارن نقش آنچنانی برشان داده نمیشه و عزیزایی که میرن بر نظارت و بررسی اونها توانمندی
نظارت و بررسی ندارن و یک سلسله زدوبند ها و مشکلات دیگه هم بین ادارات دولتی و شورای ولایتی وجود داره که همگی از هم شکایت میکنن، یعنی هیچ کدام کار یک دیگر تایید نمیکنن و هیچ کدام دنبال از این نیستن که اصلاح بیارن، فقط و فقط دنبال نقد و انتقاد هستن و همی است که برای مردم هیچ خدمات از اون نایه ها انجام نمیشه. کمیته های هم دولتی ها تشکیل میدن، کارکرد این کمیته ها چگونه بوده؟ خب اولا خب باید در نظر داشته باشیم متاسفانه در جامعه ما فساد آنچنان ریشی داره که خب هیچ تفاوتی نمیکنه، هرچند کمیته ها بیشتر میشه فساد بیشتر میشه، یعنی که تقسیم بندی یا سهمیه ها بیشتر میشه و بخش های خدماتی مجبور میشن که پرداخت بکنن یک چیزی بابت فساد اداری برای کمیته هایی که به وجود میای و این کمیته ها همگی در کنار همدیگر یا در یک ردیف هستن و همگی بر مبناهای بسیار منفی به وجود میای، بر مبناهای مثبت که خواست مردم باشه یا نیازمندی های مردم باشه متاسفانه به وجود نمیاد و از اون لحاظ متوازی بودن این کمیته ها مشکل جدیتر و چالش عمیق‌تر میکنه. از دید شما پس باید چیکار کرد؟ من فکر میکنم یک بخش مشکلاتی که ما داریم ریشه در مرکز داره و متاسفانه ما در سطح محلی نمیتونیم کار کرده. ما در سطح محلی هم حالا داریم افراد و اشخاصی که با ذهنیت های مثبت با دیدگاه روشن شروع کردن به کار ولی برای از اونا فرصتی داده نمیشه و خب همه جا وقتی مشکل پیدا میشه کمیته تعیین میشه و کمیته باز میخواد که مشکل رو عمیق‌تر بکنه یا کمیته جانبدارانه حرکت میکنه و این مشکل اصلی کل مردم افغانستان هست. من امیدوارم که ذهنیت ها باز بشه و وطن دوستی، مردم دوستی و انسان دوستی در ذهنیت های افرادی که در پست های کلیدی وجود داره پیدا بشه تا اینکه بتونیم مشکل را از جامعه از این مشکل بیرون بکنیم. سپاسگزارم. گفتگوی بود با کریم حقیار، کارشناس مسائل حقوقی که در زمینه چند و چون تشکیل و کار کمیته‌های نظارتی سخن می‌گوید.